همتونه. وقتی میگه و قال ربکم ادعونی، خطاب میکنه به همه شما، یعنی الله پروردگار شیطان و پروردگار روح القدس، پروردگار محمد و پروردگار ابو جهل. عرض کنم پروردگار و قال ربکم ادعونی، پروردگار شما فرمود مرا بخوانید. برادرم خواهرم که میگی من گناهکارم باید واسطه ببرم، الله پروردگارت هست یا نیست؟ اگه بگی نیست که ای وای بر ما، اگه بگی هست میگم خیلی خوب، خدا توسط نبیش فرمایش میکنه و قال ربکم، پروردگار شما، پروردگار توی گناهکار و پروردگار توی نبی و رسول خدا، پروردگار تو که حسینی و پروردگار تو که شمر و یزیدی، فرمایش میکنه مرا بخوانی استجب لکم، اجابتتون میفرمایم. نفرموده است دیگری رو بخوانید، هیچ مقدسی آن ما خواهیم دید، اینا رو جلسه بعد مطرح میکنیم. فقط میخوام بگم وقتی که به درگاه غیر الله دعا میکردن و نذر میکردن، خدا به محمد صلوات الله علیه فرمایش میکنه این خدا پرستی نیست، برو بگو به سوی من دعوت بکن، کسی واسطه پیش من بیاره، اینجوری من رو نپرستیده، پرستشش غلطه ولو نیتش درست باشه. برادر گرامی آقای کعبی خدا عمرشون رو دراز کنه، آمین، فرمودن الاعمال به نیت، درست. ولی ملاحظه کنید ابو جهل در مقابل ارتش اسلامی استاد دستشو بلند کرد گفت یا الله اگه ما و دین حقمون بر حق، دین قدیممون بر حق، ما رو پیروز کن. خودشو بر دین ابراهیم و حق میدونست، نه پیامبر بزرگوارو. اگه محمد و دین جدیدش بر حق و نور پیروز کن. دکتر بله. الحمدلله محمد و دین حق پیروز شد. دکتر بله. دکتر اینجا یک سوال مطرح میشه، البته پاسخ بعد از این میان برنامه منتظر خواهمون. و اونم این که اولا عزیزانی که مثلا به عنوان مثال نزد بارگاه امام رضا یا حضرت زینب سلام الله علیها یا امام حسین یا غیره و غیره و غیره، به هر صورت میگی ما میریم، اولا پاسخ این رو گرفتیم، این که میگن ما اینها را که عبادت نمی کنیم، اینها وسیله بین ما و خدا هستن، که فرمودین خداوند میگه من همچون وسیله هایی را نگذاشتم، آیه 18 سوره یونس که دقیقاً این مطلب رو واضح میکنه. اما مطلب دوم و اونم این که میگن ما با چشمان خودمون از این بزرگواران، البته با اصطلاح عامیانه میگن، میگن ما از این بزرگواران معجزه دیدیم، حالا منظورشون از معجزه خودشون بهتر میدونن، قصدشون معجزه پیامبران نیست، میگن که ما مثلا بیمار داشتیم، مشکلات داشتیم، یک دو سه ردیف میکنن، نزد این بزرگواران که میریم مشکلمون حل میشه، فرزندی که نداشتیم فرزنددار میشیم، بیماریمون مشکل، به هر صورت انواع مشکلات حل میشه. پاسخ را بعد از این میان برنامه منتظر خواهم موند. دکتر یک میان برنامه با هم دیگه ببینیم. واشهد ان محمدا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. با سلام مجدد خدمت شما عزیزان بیننده، قبل از این که وارد اصل موضوع بشیم، تأکید به فرمایشات دکتر کلهر، مطلبی در خطبه 110 نهج البلاغه جالب اینجا دوستان عزیز به این مطلب هم اشاره مراجعه داشته باشن و ببینن که مولا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب توسل را چگونه تعریف فرمودن. فرمودن ان افضل ما توسل به المتوسلون، ان افضل ما توسل به المتوسلون الى الله الايمان به وبرسوله والجهاد في سبيله فانه ذروه الاسلام وكلمه الاخلاص فانها الفطره واقام الصلاه فانها المله وايتاء الزكاه فانها فريضه. و اومدن و وسیله نزدیک شدن به خداوند را چی معرفی کردن؟ ایمان به خدا، نماز، روزه. دقیقاً اینه، این عباداته که انسان هر چه عبادت بیشتر انجام بده به خدا نزدیکتر میشه. همون حدیث قدسی که خداوند میفرماید
ما زال يتقرب الي عبدي بالنوافل حتى احبه. میگه به استمرار بنده نوافل انجام میده، عبادت انجام میده تا اینکه به من نزدیک میشه. پس ای بنده تنها وسیله و ابتغوا الیه الوسیله، با این عبادات خودمون رو به خدا نزدیک بکنیم. این وسایلی است که امام علی مولا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب در خطبه 110 سورین چیز کتاب نهج البلاغه این رو بیان فرمودند. آقا حسین از مشهد بفرمایید. بفرمایید آقا حسین. لطفاً خسته نباشید. سلامت باشین، مختصر لطفاً. لطفاً ما یک سوال که خدمت شما داشتیم، شما فرمودید در همه حال و در همه جا خداوند شفا دهنده است. درسته؟ خداوند بله. بله. در این مورد ما برای ما سوال پیش اومده که ما بارها شده به امامزاده ها مراجعه کردیم، علی خصوص به مشهد، به بارگاه امام رضا. بله. خیلی بارها بودیم، ما مریضایمون بردیم، انسان‌هایی بودن واقعاً که به چندین دکترها مراجعه کردیم، هیچ نتیجه‌ای نگرفتیم از طریق عمل و از طریق دارو. ولی که اولین دفعه‌ای که مراجعه کردیم به مرکز مطهر امام رضا، این مریض ما یعنی شفا پیدا کرد. ما بارها و بارها چه در ایران و چه اون دوستانی که از خارج اومدن بارها بار اینو دیدن. بله. و اینجا سوال برای ما پیش میاد که شما همیشه میگید که نه، هیچ کس به غیر از خداوند نمیتونه، بالاخره میگید فرمود توسل جستن به غیر از خدا درست نیست. بله. سوال دیگه داشته باشین. و در حالی که من میگم بارها و بارها خب. پیش اومده که سوالتون واضحه، دکتر کلهر پاسخ خواهند داد، خدا یار و نگهدارتون. همین سوال من دقیقاً از دکتر کلهر پرسیدم و این مطالبی که زیاد مطرح میشه. دکتر بفرمایین، سوال من و سوال بیننده با هم یکی شدن. بفرمایید. چشم. از کنم ببخشید. خواهش میکنم. اما راجع به فرمایش برادر بزرگوارمون که از مشهد زنگ زدن، یه سوالی از حضورشون بکنم. برادر گرامی، حضرت رضا چگونه از دنیا رفت و چگونه به شهادت رسید؟ اون بزرگوار اینطور که مشهور است و به ما گفتن با زهر که در انگور بهشون دادن از دنیا رفت. حال تا چه حد این راست باشد الله اعلم، ولی به این ترتیب از دنیا رفت، در حالی که وجود بزرگوارش برای جامعه اسلامی بسیار بسیار مفید بود و نتونست خودش به شفا بده. خانم آقایون توجه بکنن به چند تا نکته. یک، اون که برادر گرامی ما و برادران گرامی میگن که ما رفتیم پیش امام و امامزاده شفا گرفتیم، عیناً از برادران و خواهران منتسب به مسیح میشنویم و میبینیم. یک اکنم اینها میگن مکرر در مکرر، حتی بعضی مسلمان ها که به اصطلاح مسلمان ها که به خیال خود مسیحی شدن که معلان حضرت مسیح خدا میدونن، میگن خود مسیح، من در تلویزیون از شنیدم در اینجا، خود حضرت مسیح بر ما ظاهر شد، گفت که من مسیحم و من خدای آسمان و زمینم و از اینجور، که اگرم این باشه بدون تردید شیطان برشون تجلی کردین و باید ثابت بکنیم به جاش و میکنیم انشاءالله. دیگر از کنم در فرانسه در جایی به نام لورد مجسمه یک شهرت جهانی داره. بله. مردم میرن در اونجا و دست میکشن به این مجسمه، بسیاری شفا پیدا کردن. یعنی بت‌پرستی، عین این سخنان را بت‌پرستان هند میشنویم که یا بودیست یا دیگران که دست به مجسمه کشیدن شفا پیدا کردن. از مذاهب دیگر باطلی که در کشور ما هستند و نشأت گرفتن میشنوید که رهبرانشون شفا دادن. خب آیا اگر با همچین شفای گرفته باشند اونم دلیل بر صحت اون مذهب و راستم میگن شفا گرفتند؟ هست ما چند تا نکته رو، بنابراین این که کسی کنار حضرت رضا شفا میگیره دلیل بر این نیست که از کنم اون مذهب با اون توسل درسته. بله. کما این که حضرت رضا خودش با زهر از دنیا رفت و به علاوه کسی تا حالا دیده نشده که مثلا در جنگ بر علیه که به اصطلاح صدام حسین جنگ ایران و ارتش صدام پشت قد شده باشه بره امام رضا یه پای جدید در بیاره یا از کنم دست در بیاره. حال چگونه است این شفاها؟ خواهش میکنم دقت بفرمایید. یکی این که اینها معمولا کسانی هستن که دچار کوری بودن، دچار ناراحتی دیگه از این قبیل بودن. ما مطلبی داریم امروزه در روانشناسی و در علم پزشکی بهش توجه کردن و اون تسلط ذهن بر ماده است، به اصطلاح mind over matter بهش میگن در انگلیسی که اینجا مطرحه.
ولی واقع با زبان دین باید بیان کنیم اینجور میشه بلد. بر اثر ایمان قوی که دارن خدای متعال شفا رو برشون نازل میکنه، خدا شفا رو نازل میکنه، نه حضرت رضا، نه مجسمه مریم صلوات الله علیها در لورد فرانسه و یا مجسمه بودا و دیگران. خدا شفا رو، یعنی قرص آسپرین رو، چه فردی که کافر باشه، چه فردی که مسلمان یکتاپرست و نماز شب خون بخوره، به خواست خدا سردرد و خوب میشه. حالا به چه دلائلی؟ من خیلی خیلی مختصر بگم و مفصل اینو بررسی کنیم. یه سر قضیه حضرت رضا علیه السلام، درود بر او باد. یک، برتر از حضرت رضا حضرت ابراهیمه، العیاذ بالله. البته بگیم پایین تر از حضرت رضا لااقل، استغفر الله العظیم از این سخن. سوره مبارکه الشعرا راجع به ابراهیم، دوست صمیمی خدا، خلیل خدا، فرمایش میکنه و اذا مرضتو فهو یشفین، وقتی من مریض میشم الله من رو شفا میده. یعنی ابراهیم پیامبر صلوات الله و سلامه علیه، کسی که حضرت محمد تابعشه، ما انبیا تابعشن، ما تابعشیم، این بزرگوار خود رو نمیتونه شفا بده. و اذا مرضتو فهو یشفین. این یکی. دومی که گیرم که بتونن بتام شفا بدن. وقتی که الله عزیز ما به ما فرمایش میکنه فلا تدعو مع الله احد، با احدا، با الله به درگاه هیچ کس دعا نکنید. و در سوره مبارکه الاحقاف آیه 4 فرمایش میکنه بگو به من خبر بدید، من هر کسانی که از غیر الله میخونید، ما تدعون من دون الله، حضرت رضا غیر الله، به من خبر بدید چی از زمین خلق کردن، چی خلق کردن، که ما بگیم این کارا رو میکنن دیگه، یه گاوی، گوسفندی، پشه‌ای، کبوتری خلق کرده حضرت رضا صلوات الله درود به بهش رحمت الله علیه رضی الله عنه، که ما بگیم آقا این پشه رو حضرت رضا خلق کرده ما رو میتونه شفا بده. از کنم بعد فرمایش میکنه و کیست گمراه‌تر از اون که غیر الله رو میخوند، کسی که او رو تا روز قیامت اجابت نمیکند. از روی قرآن اثبات خواهیم کرد و کردیم قبلا، حضرت رضا و دیگر بزرگان، خود حضرت رسول صورت صدای ما رو نمیشنوه. یعنی وقتی میگیم یا حضرت رضا، یا رسول الله، ما رو شفاعت کن، یا خودت ما رو شفا بده، اصلا ما رو نمیشنوه و متوجه نمیشه. من خط کنم این، چون باید بحث مفصل بکنیم. خب بحث خط کنم با فرمایشی از حضرت عیسی مسیح صلوات الله و سلامه علیه و علی امه صدیقه. کسی اومد دست داد به رضا شفا پیدا کرد، حضرت اصلا نمیدونست کی بوده. این من رو نگاه بکن، اون من رو نگاه بکن، کی بود به ردای من دست زد؟ متوجه نبود که اصلا کی بوده. خانمی جلو اومد گفت من بودم. والله حضرت بهش فرمود برو دخترم، ایمانت، یعنی ایمانت به خدا، ایمانت تو را شفا داده است. یعنی خدای تبارک و تعالی به خاطر ایمان تو رو شفا داده، نگو من شفا دادن. او که دیگه عیسی بود و به دعاش مردگان زنده می شدن. بله خب بنابراین باید توجه به این نکته داشته باشن. برادر گرامیم، اگر پیرو به ابراهیم هستی، ابراهیم فرمایش میکند به ما و اذا مرضتو، وقتی خب. من مریض میشم الله ما رو شفا میده. حالا قرص هم بخوریم الله شفا داده، پیش بت هم بریم که نباید بریم الله شفا داده. بله. منتها قرص رو الله اجازه میده، پیش بت رفتن رو اجازه نمیده. بله. دکتر عزیزانی که معمولا حالا نزد بارگاه امام رضا یا حالا شاه چراغ در شیراز یا مثلا امام حسین یا غیر و غیر و به هر صورت میگه که ما از اینها که میریم از همینها کمک نمیخواهیم، نمیگیم که مثلا ای امام رضا به دادمون برس، از خدا میخواهیم که به برکت اینها، یعنی یه کانال میزنیم مثلا که خداوند به برکت اینها مشکلات ما را رفع کن. البته اجازه بدیم بعد از این بیننده عزیز فرمای شما را بشنویم. در ضمن جناب هاشمی من خواهش کنم از برادران اتاق فرمان که اگه لطف کنن شماره به اصطلاح تلفن و شماره ایمیل رو بذارن اونجا که بعد قبل از این که برنامه خط کنیم من باز 2-3 دقیقه مطابق معمول از حضورتون حتما وقت بگیرم که صحبت کنم. بله ما تقریبا 10 دقیقه دیگه وقت داریم، مطالب رو جمع بندی بفرمان. اینم از اتاق فرمان صدا دارم، آخرین بیننده باشه که صداشون رو میشنویم. آقا حسین، فکر کنم آقا حسین بفرمایید. حبیب الله، آقا حبیب الله بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. آقای حسینی خسته نباشید. سلامت باشین، بفرمایید. مختصر لطفاً. عرض حضورتون که 1 دقیقه فقط وقت کنه ان شاء الله میگیرم. بفرمایید 1 دقیقه. اول از همه جواد آقا حسین از مشهد تماس گرفته بودن.
که گفتن ما میریم پیش امام حسین و ما رو امام رضا ما رو شفا میده.